سلام مردم خبری های عزیز، خوش اومدید به بخش خبرهای خارجی ساعت 10. اجلاس تعامل و اعتمادسازی بین کشورهای آسیایی در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. آقای روحانی رئیس جمهور در این اجلاس گفتش که ایران نمیتونه به صورت یک طرفه در برجام باقی بمونه. آقای روحانی گفتش که وقتی که ایران حسن نیت خودش رو ثابت کرده و آمریکایی ها همه دیدند که نقض کردند و قانون شکنی کردند، دیگه اینجوری نمیتونه بشه که فقط ایران در این برجام باقی بمونه و بقیه کشورها و آمریکا تعهد خودشون رو انجام ندن. به خاطر همین طبق بندهای 26 و 36 برجام ایران تعهدات خودش رو در برجام کاهش داد و اگر باز هم پاسخ مناسبی نبینیم مطمئنن اقدامات دیگری انجام خواهیم داد و از برجام خارج خواهیم شد. خبر دیگری که در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مرتوجه قرار گرفته، صحبت‌های آقای عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه است در دیدار هلگا اشمید، دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا، که در اونجا آقای عراقچی گفته که مهلت 60 روزه ایران به اتحادیه اروپا هرگز و به هیچ وجه تمدید نخواهد شد. آقای عراقچی گفته که به اندازه کافی مذاکره کردیم، بیانیه‌های تکراری و باعث نمیشه که نشستای کمیسیون مشترک برجام رو بخوایم دوباره داشته باشیم. به اندازه کافی پنجره برای دیپلماسی باز کردیم. حالا دیگه میبینیم که اروپایی‌ها اقدام ملموسی انجام نمیدن. اروپایی‌ها میتونن در زمینه‌های انرژی، بانکی، نفتی، سرمایه‌گذاری، حمل و نقل خیلی کارا بکنن، اما کارها رو انجام نمیدن. از این مهلت 60 روزه هم 25 روز گذشته، وقتی هم که تموم بشه ما اقدام بعدیمون رو انجام میدیم و به هیچ وجه هم تمدید نخواهد شد و خروج ایران از برجام در دستور کار قرار داره. خبر دیگری که در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی مرتوجه قرار گرفته، نشریه معتبر آمریکایی فارن افرز به قلم فرید زکریا نویسنده معروف مطلبی رو نوشته که ترامپ باعث سقوط و ورشکستگی آمریکا خواهد شد و اونجوری که فرید زکریا نوشته هژمونی آمریکا رو به افول هست. 2 سال هستش که با رفتارها و عادتهای زشت در سیاست خارجی که ترامپ و آمریکا از خودش نشون داده رو به سقوط و افول میره آمریکا و بنابراین به صورت کلی اون رؤیای آمریکایی که حالا منظورش این هست، اون رؤیای آمریکایی که آمریکایی ها میگن با وجود ترامپ سقوط خواهد کرد. خبر دیگری که در فضای مجازی مرتوجه قرار گرفته، آقای ترامپ رئیس دولت آمریکا در توییتر خودش نوشته که اگر من در 2020 در انتخابات رأی نیارم، بازار آمریکا به شدت دچار بی‌ثباتی خواهد شد و سقوط خواهد کرد. آقای ترامپ گفته که اقتصاد ترامپ رکورد زده و بسیار جلو رفته، اما اگر من دوباره رئیس جمهور نشم، بازار آمریکا، اقتصاد آمریکا با چنان افولی روبرو خواهد شد که سابقه نخواهد داشت. خیلی هم زدن که خودشیفته کی بودی تو. خب بریم سراغ خبر بعدی. بله، سفیر انگلیس روباه پیر به وزارت امور خارجه احضار شده با توجه به اظهارات نسنجیده و ادعاهای واهی وزیر امور خارجه انگلیس در تبعیت کورکورانه و گستاخانه از آمریکا در متهم کردن جمهوری اسلامی ایران به انفجار نفتکش‌ها در دریای عمان. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سفیر انگلیس رو به وزارت خارجه احضار کردش. خبر دیگری که در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته، اظهارات عضو دفتر سیاسی انصار الله یمن محمد ناصر هست که گفته که جنگ بزرگ در داخل خاک عربستان در پیش هست.
محمد ناصر اظهار کرده که موعد جنگ بزرگ فرا خواهد رسید و این جنگ با دشمن سعودی در خاک عربستان خواهد بود. خبر بعدی هم مرتبط با همین جنگ یمن هست. یگان پهپادی ارتش یمن عملیات جدید انجام داده و فرودگاه‌های ابها و جیزان عربستان رو با دو پهپاد تهاجمی قاصف K2 مورد اصابت قرار داده، مورد هدف قرار داده. و همونطور که قبلا هم یمنی‌ها وعده داده بودند، از این به بعد وقتی که سعودی‌ها فرودگاه‌های یمن رو مورد هدف قرار میدن، یمنی‌ها هم فرودگاه‌های عربستان رو هدف قرار میدن. خب خبر بعدی که در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی ویدیویی است که بسیار مورد توجه قرار گرفته، وقتی که العربیه صحبت‌های ضد آمریکایی کارشناس خودش رو قطع می‌کنه در شرایطی که این کارشناس داشت عضو سابق نیروی دریایی عربستان بوده و داشته میگفته که اتهامات آمریکا علیه ایران درباره حوادث انفجار در نفتکش‌ها در دریای عمان اشتباه بوده و واهی هست و این آمریکایی‌ها هستند که باعث میشن که منطقه به تنش و ناامنی کشیده بشه، مجری صحبت‌های این کارشناس رو قطع میکنه. با هم ببینیم. مباشرة أنا لا أميل إلى هذا التبرير، هناك تخريب لا أعرف مصدره وليس لدي الدراية الكافية، لكن لو حدث انفجار سواء في توربيد أو في لغم فإن اللغم الثاني حتما سينفجر ولن يبقى ملتصقا للناقدة. التصريحات الأمريكية مربكة، التصريحات الأمريكية للأسف يعني هي من تسببت في هذه الفوضى في المنطقة. نعم. ولا تفعل شيئا غير التصريحات. ما يحدث الآن من إعاقة الملاحة سببه أن الولايات المتحدة ألغت الاتفاق النووي، وبالتالي عليها عندما ألغت الاتفاق النووي مع إيران وقالت عنه أنه اتفاق سيء، نعم، عليها أن تتحمل تبعات هي والمجتمع الدولي. أنا أشكرك العميد بحري متقاعد عمرو العامري المحلل العسكري، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. شبکه العربیه سعودی بود که صحبت‌های کارشناس افسر سابق نیروی دریایی خودشون رو قطع کرد. با تلویزیون اینترنتی مردم خبر همراه بمانید.